سلام به اهل نظر و برنامه چشمانداز تقدیم شما میگردد. صحبت امروز ما در رابطه به نوروز است. نوروزی که مژده از هزار ساله هاست و پیام از رویش و پویش و درخشندگی خورشید به ما میدهد. از این خاطر ما امروز شاعر و دانشمند معروف تاجیک استاد مومن قناد را دعوت کردیم تا در رابطه به مقام و ویژگی های خاص نوروز یک صحبت اختصاصی داشته باشیم. و استاد خیلی خوش آمدید. میخواستم یک چشمانداز به موضوع ویژگی های اصلی نوروز داشته باشیم. و سوال اول این است استاد که نوروز یک واژه تاجیکی در این فارسی است و به فکر شما امروز فرصتی رسیده که ما یک پژوهش در رابطه به نام اول آن داشته باشیم یا خیر؟ نوروز از روی تحقیقات و سیر تاریخی خود شهادت می‌دهد، از روی تحقیقات و اویستاشناسان اروپا که زیاده از بیست و چند نفر هستند از کلی کشورهای اروپایی و امریکا و فرانسه و همه جا، و در مجموع نتیجه گیری اونها در موضوع چشم کشادن زردوش به جهان هستی به کی کدام زمان راست میاد. یعنی که خلاصه همشون در مجموع همین است که 3500 سال شد. بله. که تصور کنید که در جریان 3500 سال از آغازین سرودهای گاهان پنجگانه اوستا که پیش از همه همینا سروده شده بودند و فعلا زیادتر همه محققین بران هستند که گاهان پنجگانه زردشتی در خاور ایران، در باختر، در ورارو، در این بخش ایرانی بزرگ ایجاد شدن و بعدا مشهور شدن و پوچیدن رفتن به ایرانی غربی و جنوبی. وقتی که از موضوع نوروز صحبت میکنیم حتما خواه و نخواه ما به اوستا مراجعه میکنیم، به خاطر که اولین حجتی که ما داریم و کتبی از کتاب شده است، همچون کتاب، نخستین کتابی دینی و آیین کلی جهان اوستا است. پیش از این دیگر کتاب وجود نداشت. کتابی یعنی اسطوره بود تا این وقت؟ تا اون وقت اسطوره بود، دینهای دیگر بعد از او وجود آمدن. به این خاطر مراجعت میکنیم به اوستا که در سیر خود کدام مرحله ها را پیمود و چگونه شکل عوض کرد و ماهیتاً تغییرات تبدلات در اوستا شناسی به وجود آمد. و در اینجا نمیشد که ما بسیار طولانی صحبت کنیم، به خاطر اون که این موضوع بسیار موضوع گسترده است و دامنش بسیار گشاده است. به این خاطر ما خیلی مختصر باید که به اون نظر اندازیم. کل محققان میگن که اوستا در ابتدا چیزی بود نقلی برای شنیدن، یعنی که آیین زردشتی اول در همین شکل شیوه گفتاری بود و شنوایی، بعد از اون کتبی از زمانی شد که اوستا همچون کتاب روی کار آمد. خدا همه کلی جامعه میداند، محققان اونایی که مراجعت کردن که 10000 پوست گاو پای کردن، دبوسی کردن، اوستا نسخه اولش رو در همون پخش کردن. اگر از زمانی اوستا این طرف کتابت شد، قبلا که به زمان جمشید، به زمان هوشنگ، به زمان دیگران ربط میدهند، آن زمان را ما چگونه ارزیابی کنیم؟ زمان جمشید این در علم اوستا شناسی و تاریخ شناسی از آن جمله در کتاب ترجمه محمد بلعمی و شرح و توضیحات نوی او در اونجا هم یادآور شده است. بلعمی که یعنی که نخستین شناختی خدای یکه و یگانه از جمشید آغاز می شد. وقتی به تخت نشستنی او فرمایش های خداوند ایجام می کند و مردم به راه علم و فرهنگ و کشاورزی و به این چیزها دعوت می کند و می گوید که از چارپایان صحرایی و بیابانی رام کنید، از اون جمله اسب رام کردن، دیگر چیزها را رام کردن و همچون آلات حرکت صورتش دیگرگون شد وقتی اسب رام کردن. برای خاطر بعد این کارها را کردن، آبروی جمشید اونقدر افزود که اولین نوروز را با نامی ثبت کردن که در شناخت اوستا شناسی او در تاریخ طبری ترجمه بلعمی همچون اسطوره حساب می شود. که در بلعمی یعنی که شخصیتی بود که
چیزی ساخته و پرداخته نمیگفت. از واقعیت کسی از واقعیت سخن میکرد و همه خدمات او در کتاب های او انعکاس یافتند. و نوروز دوران گذشته یک موضوع است که ما فرض کردیم که 5500 سال نوروز چی نام داشت؟ نوروز فارسی نو است که همگی 2300 سال شد به این زبان به همین نام قبلا چی نام داشت نوروز؟ این موضوعی که هیچ کس متوجه نشد است تحقیقیم که چی نام داشت؟ و استاد ما یک سری تاریخی داشتیم از نوروز و خیلی فشرده البته بود و میخواستم در رابطه با اون که 2010 سال با قرار یونسکو در سازمان ملل متحد نوروز مقام جهانی گرفت و استاد از نظر شما خب همون جوهر اصلیش چی بود و چه حکمتی داشت که کل بشر روی نیاز آورد به نوروز؟ طبیعی است که سازمان ملل متحد یعنی که هر قرار تثبیت نمی کند و در فرض کردیم که جدول کاری کلی جامعه جهانی او را پیشنهاد کرده نمی تواند، درست که کاری اونا بسیار جدی است. وقتی که پیشنهاد شد معلوم است که کدام کشورها و که ها با ابتکار و کوشش ها و تلاش های سرور دولت ما امام علی رحمان این پیشنهاد از طرف اینها بود و چند دولت دیگری که همسایه هستند و همزبان هستند اونها همون را دستگیری کردند. از آن جمله آذربایجان کنونی و دیگر هم دستی همیاری کردند و قرار تثبیت شد. و چی سبب بود که او را به همین قرار آمدند؟ بله. چی ضرورتی بود؟ بله. چون در دنیا جشن ها خیلی زیاد هستند. همه ملت ها جشن های خاصی خود دارند. به این خاطر اولا اون چیزی که سازمان ملل را به همین وادار کرد وضع جهانی کنونی که سیاست های کنونی که بسیار اکثر کشورها با هم موافق و موازی نیستند در سر هم مسئله های سیاسی هم اجتماعی هم اقتصادی و مسئله های عادی ترین جهان امروز اینه که روزمره و اونایی که همیشه جاری هستند. در سر این است که باز سیاست های دولت ها همچون در موضوع دین و آیین ها بسیار مختلف و گوناگون و به هم زید است. کل دین ها یعنی که در جهان امروز یک ضرورت ایجاد شده است که یک چیزی باشد که سیر تاریخی طولانی داشته باشد، بنیاد فرهنگی، واقعی، طبیعی، زمینی، زمانی، کیهانی و نجومی داشته باشد که قابل قبول همه باشد و مردم با او گوش بدهند. و شاید همون چیزی که قبول می شود و اون چیزی که اگر خوب را آماده کنید و گذرانید اگر همگرایی همایش ایجاد می کند و بسیار دشمنی و ساده لوحانه را از بین می برد، دیگر نزاهای دینی و دولتی و سیاسی و این چیزها را نرم می سازد. یعنی که گفتگوی فرهنگ ها یعنی این چیزها را با راه این راه دیگر حل کرده می تواند. به این خاطر این قرارداد را به امضا رساندند و اکنون این قرارداد در وقتی به امضا رسیده است که فرض کردیم که صاحبان و وارثان این جشن بزرگ جهانی افغانستان در موضوع های دیگری داخلی خودش سخت گرفتاری دارد و دست ندارد که فرض کردیم که در این موضوع کاری کند که همون هدف های عالی ما جامعه عمل پوشد. ایران همچون گرفتاری زیادی دارد، گرفتاری های سیاسی دارد، گرفتاری های مذهبی دارد و دیگر موضوع هایی که سری او است، او هم نمیتواند که سهمی داشته باشد در بازسازی و نوسازی این جشن بزرگی که صاحبان اساسی این جشن و وارثانش هم ایران و افغانستان و کشورهای فارسی زبان هستند و قسمان روسیه. امید بر آن است که اگر ما این را درست تجهیز کنیم اگر بسیار مشکلات جهان از بین برداشته می شود و این هم بسیار نتیجه گیری بسیار خوب است، بسیار عالی است. سببش همین است که نوروز در اصل چیست؟ در اصل گلی دگر تقویمی است، موافقت از روی چرخش آفتاب و گردش زمین در چند گردی چرخ خود و تیر خود و همه همین روز و شب ایجاد می کند.
ماه و هفته را ایجاد میکند، فصل های سال را ایجاد میکند. و به این خاطر نوروز یک امر طبیبی، قانونمندی طبیبی و جغرافی دارد که به امر، به فرمان هیچ کس در همون شب و روز 20-21 مرد نوروز فرا میرسد، شب و روز برابر میشد. طبیعی است. این طبیعی است، یعنی که قانونمندی طبیعی دارد. در یک منطقه ایران بزرگ از فلان جا، از خلیج فارس تا یک قسمت جنوبی قزاقستان و قرغیزستان و سرگاه چین و همه اینا و پاکستان و اینها، منطقه موازی چهار فصل سال دارن. چهار فصل سال که همون روز و ساعت در همون روز و ساعت خودش ایجاد میشه. با امر طبیعت که قانونمندی هم نجومی دارد، هم زمینی دارد، هم زمانی دارد و هم کیهانی. کیهانیش چیست؟ اگر امر حقیقت در نظر داشته باشیم، بغیر از این باز گردش چرخش آفتاب است که گرداننده تیر نوروز در آیین مهری و زردشتی آفتاب است. همین میترائیزم که آیین مهری ما، اما گرداننده اساسیش و عامل دینی اساسی دینی زردشتیان همون آیین مهری ما است. بله. آفتاب گرداننده چرخ همون است. درست است. و پس استاد ما می توانیم بگوییم که جشن نوروز می تواند که آن چالش هایی که امروز در کره این خاک است تا جای نرم کند، از نظر اندیشه، از نظر عقیده، از نظر همزیستی انسان ها. همطور استاد؟ همطور است. فرض کردیم که در همه دین های الهی که خدا را، خدای یکه و یگانه را می شناسند و کتاب دارند، کتابی که کتبی چاپ شده باشد، در همه دین ها همین رویش، همین مایل، همین تمایل هست در همه جا، ولی که اونها تاریخ طولانی ندارند، یعنی که سنجش های تاریخ دراز 3500 ساله نگذاشتند. اونها خیلی جوان هستند. به این خاطر برای سابقه شان کمه، لیکن آیین زردشتی در 3500 سال از آزمون های تاریخی، از نزاع‌های مذهبی، داخلی، سیاسی، تقسیم جهان، از همه این گذشته است و باقی مانده است. پاکی و تمیزی، بشر دوستی که در عرفه نوروز از اولین اقدام، از اولین سالها تا به آخر کشتن، خون ریختن در نوروز، چاروا را کشتن، ذبح کردن ممنوع بود. همه چیزی که می روید، همه چیز، سومانکو، همه چیزی که می ساختن از گوش نبودن، یعنی خونریزی من بود. بشر دوستی این آیین اونقدر است که یعنی که خونریزی من است. حد کردیم در دامن نوروز شکاری باشه میکردن که یعنی یک بازی بود. شاهانو اینا شکاری باشه میکردن، با باشه او یک چیزی میکردن که یکی از سنت های پیش از نوروزی بود، لیکن من بود. آینه هست که تنها نیکی، پاکی، همزیستی، تحمل پذیری را نسبت همه دین و ادیان دیگر زیادتر تلقین میکند و تجربه 3500 سالش این را تثبیت کردن و اثبات کرده است. بله. و استاد پس میتوان گفت که کل ادیان جهان برای سعادت انسان ها هست، ولی دیگر ادیان تا جای تابش سیاسی و ایدئولوژی گرفتن. بله. و جوانتر هستند اونا. خیلی جوانتر هستند. یعنی خدمت یک قوم یا چند ملت را کردند. ولی نوروز باشد برای کل جهان و کل بشریت است. بله. و خاطر اینکه نخستین جشنی که ایجاد شد در کل جهان، فرضاً که در مردم اسلاوی و روسا ماسلینیسا یک جشن است که در همین شب و روز نوروز در ماه مرد آخری نوروز تجلیل می شود. و در ماسلینیسا عنصرهای آیین زردشتی خیلی زیاد است، همچون بشر دوستی، مهربانی، مردمی بودن و سرودهای مردمی را خواندن، همش یعنی که یک چیزی برداشتی هست که ماسلینیسا یک شکل و یک تمایل و یک چهره آیین زردشتی بود است که قبلا ما تمدن مشترک داشتیم. بله، اصحاب زبان مشترک و آریایی تبارو چیزی مشترک خیلی زیاد دارن، امروز هم خیلی زیاد دارن. پس استاد همین آیین شاید یک پاره از همین نوروز باشد.
زمین طول تاریخ تا جای نامش دیگر همون... شد یا پاره همون از نوروزی همون زمان بود بله. و ولی نوروزی ما که شکل دیگر گرفت و روند دیگر گرفت او در همون شکلی مسیحی زمان تکمیل نشد پاره از شاخاب یک دریا دریا است بله همچنانه که تمدن ساحل های رودخانه آب اون تمدن هم یعنی که سرمنشه ایرانی دارد سرمنشه ایرانی و آیین ایرانی در اونجا خیلی پذیرفته و مقبول است دیگر در همون جایی که منطقه دریای آب است و در درون وای ابکانت شهر ابکانت است یعنی که شهر آب پنجکانت برین بله تاشکند پنجکانت پنجکانت یعنی که شهری که در داخل آب است اما آب هم کلی واژه فارسی است درست است تا جایی که آگاهی داریم از پژوهندگانی خاور دیده پژوهندگان اروپا چنانی که خود شما فعلا گفته بیشتر کاوش ها و پژوهش های علمی و تحقیقات های زیادی کردن در رابطه به نوروز در رابطه به اوستا به گوت ها به وندیداد به این آن و چی نظر دارن و چی افکار در رابطه به همین نوروز برای جامعه بشر ایشان مطرح کردن 150 سال 160 سال شد که عالمان خاورشناس عالمان اوستاشناس اروپا هم فرانسه هم آلمان هم امریکا هم امریکا هم بریتانیا کلی این کشورها از روسیه متوجه شدن و سرچشمه های اوستاشناسی چرا؟ سبب چیست؟ دوران گزارش بود دوران گزارش که این کشورها قدم ماندن به جهان دموکراتی اندیشه های نو دریافت حقیقت نو حل و فصل مسئله های داخلی و بین کشورها از راهی پرینسیپ های دموکراتی نو ولی من در عجبم که چرا اونا همه متوجه شدن برای آموزش اوستا همه 15 عالم بزرگی کشورهای اروپایی از آن جمله روسا برتس و چند کسی دیگر در آموزش اوستا مشغول شدن از دوره اوستای نخستین بعد از آن می آیند به اوستای دوران خردک اوستا و دوره ساسانیان می آیند در سیر تاریخی به شکلهای دیگر و وندی داد و همه کتاب ها را یک دوره چرخ می زنند و می جویند و او بهایی که اونا میتیان در آدم در حیرت میفتن ما خلاصه برآوردم که ضرورتی به وجود آمده است که از دین و آیین های قدیمه کل جهان کدام دین و آیین تحولات جدی اثر گذرانده است و همه حقیقت و پاکی و تمیزیش نگاه داشته است تا به امروز پیشنهاد کردن غایه های نوی جهان نو و همین خلاصه آمدم مخالفت هم پیدا می شود نظرهای اونها و دیگر خیلی پیدا می شود همه برانند که یک آینی است که می تواند جامعه جهان را در همین زمان یک چیزی باشد نمونه عبرت برای مردم می گی کلی دین های دیگر و این خاطر دو مثال بیارم که در موضوع اوستا عالمان اروپایی چی ها گفتند او چیزی که اونها گفتند یکی آدم در حیرت می افتد لورینگ خیوارد میلز می نویسد یک عالم بسیار بزرگ است می نویسد که زردوش برای ما سخنان آورده که هر ایجایان از فکر انباشته است فشردگی فکر در آن به اندازه است که مانندن دارد دستورهای 3000 ساله امروزی ما را از بندها رهایی می بخشد حق ناشناسی است اگر آنها را نادیده گیریم یا پنهان سازیم من این از حقیقتی یک عالم اروپایی که اوستا را همه مرحله‌اش آموختگی دو جلد کتاب دارد و خلاصه خود را گفته است و خلاصه خودش را گفته است و دیگر باز چیزی دیگر است که امیتاد می نویسد مبتکر آموزش های دین زردشتی خود زردشت و مردم آریایی تبار بودند این آموزش ها که از ساده ترین عقاید آریایی کهن مایه گرفته به تدریج تکامل یافته و به مرحله رسیده که هیچ یک از افکار دینی ملل آریایی دیگر در بالایی و لطافت
به پایه آن باشد. یعنی که همه عالمانی اروپایی بعد از پژوهش های طولانی که چند جلد کتاب هر کدامش نوشته است، همشان به همین عقیده‌اند. یعنی که اینا عالمانی هستند که عالمانی زمانوی هستند. زمانوی یعنی جهانی فکر میکنه، فکر اونا، اندیشه اونا جهانی است. یعنی که در یک محدوده تنگی مذهبی یا دینی یا که صنفی یا که طبقاتی نمیخونجد اندیشه اینا. همه اینا برانند که یعنی که مردم آریایی یک خدمتی کردن برای جامعه بشری که او را ما باید که قدر کنیم. امروز ما در دامن بهار و در بستر نوروز قرار داریم و نفس نفس از نکهت نوروز و بهار استشمام میکنیم. میخواستم نظر شما را در رابطه با آن که همین نوروز ما، همین جشنی که ما وارثان هستیم، چی خدمتی میتواند برای شخصا ملت ما بکند در شناخت خود ما؟ حقیقتا هم بعد از این قرار داد که نوروز جهانی شد، این خودش هم یک نوع خدمت است و هر کس که شعور دارد و تا جای دانش و تجربه دارد از خودی همین قرار باید که عبرت گیرد. دویم این که اون چیزی که تاجیکان در عرفه نوروز، تاجیکان و فارسی زبانان و کلی اونهایی که در دایره نوروز زندگی کردن و میکنن، خانه براران میکنن و تمیز میکنن و همه جا را پاک و پاکیزه میکنن و لباس را نو میکنن و چیزها را میکنن، همه چیز باید که نو باشد، بخاطر که طبیعت خودش را نو میسازد، گل و گیاه ها همه چیز نو میشه. به این خاطر دیگه با ما باید که از همه زیادتر این سه چیز ما باید که هماهنگ کنیم و پاک و پاک سازیم. باطن باید پاک کرد، همه درد و داغ و زحمت های گذشته و غم و اندوه پیشینه و همه چیز را در نوروز باید که بیرون کنیم از دل ها، از خانه ها، از منزل ها، از همه جا باید بیرون کنیم. بعد به سعادت انسان میرسد وقتی که رهایی مییابد از همه این چیزها، به همون نقطه آخرین سعادت و بخت و چیزی که نوروز میبخشد به هر کس، بعد از اون نوروز به همون اهدا میکند، خودش اهدا میکند، چون خود نماد پاکی است. نماد پاکی است، بله. برای خاطر دیگر آرزو همین است که صاحبان و وارثان نوروز همه اینا را به مناسبت فرا رسیدن نوروز مبارکبادی میکنم، برای همشان بخت و سعادت، رویش، سبزیش و دیگر خوشی های زندگی را آرزو میکنم که در دامن نوروز خودشان را یک دفعه طفل بیگناه احساس کنند. یک ویژگی دیگر نوروز شاید آن باشد که محور اصلیش انسان است، یعنی انسان طبیعت. انسان و طبیعت همین دو چیز است. بله، بزرگترین و بهترین جشنی است که به کل بشریت میتواند خدمت کند. بله، همین است. مثل آن که خورشید به همه یکسان، همه برابر نور میپاشد. بله، یکسان. بله، همینطور است انشاءالله. استاد جهانی، سپاس بخاطر آن که آمدید و در رابطه با جایگاه و مقام اصلی نوروز اندیشه خود را بیان کردید و فکر میکنم از همه بیشتر باید ملت ما مسئولیت احساس کند در رابطه با آن که همین وارث اصلیش ما هستیم و همزمان بسیار پند بگیریم از دیگران، دیده بیشتر ما پند بگیریم از نوروز، زیرا یک ستون و یک پاره بسیار بزرگی فرهنگ و تمدن گذشته ماست که به اصطلاح زمان سپیددمی تاریخ تا به امروز آمده است و ما را به خود آورده است. زنده باشید استاد عزیز و بیننده عزیز، رسیدیم به پایان برنامه. اقبال و دولت و شرف نصیب همه شما بود.